نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تلاویف همراه ما هستن آقای توبیان قبل از اینکه بحث رو با شما شروع کنیم دقایق پیش نفتالی بنت صحبت کرد و گفتش خطاب به نتانیاهو گفته که به در نتانیاهو کشور رو رها کنه و اجازه بده کشور به پیش بره به نظر میرسه که تلاش های نتانیاهو برای جلوگیری از ائتلاف و تشکیل دولت وقت تا الان نتیجه نداده و بنت به, به دنبال به دست آوردن نخست وزیری همچنان ادامه میده کارشو درود بر شما دوست عزیز و به بینندگان شما قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم خواستم فقط به اطلاع شما برسونم که یکی دیگه از شهروندان اسرائیلی که در جریان نارامه اخیر و آتش سوزی که در یک هتل در شهر آکو اکا به دست برخی از شهروندان عرب اسرائیلی به وقوع پیوسته بود زخمی شده بود خبر رسید چند دقیقه پیش که جان خودش رو بر اساس جلات وایده از دست داده بله آقای بنت حدود نیم ساعت پیش باز پشت میکروفون رفت و خبر داد که قراره که دولتی که اون دولت وحدت ملی خان تشکیل بشه و از اون خواست که دست از سر کشور به گفته اون ور داره و شل کنه آقای بنت همچنین به اظهاراتی که علیه احزاب خودش و حزب آقای گیدون سر در روزهای اخیر صورت گرفته اشاره کرد و گفت که اعتراض اگر غیر خشونت آمیز باشه مشروع ولی اگر منجر به تهدید بشه امر نامشروع او البته سانسور برخی از روزنامه نگاران و صاحب نظران راستگرا رو که بر علیه تشکیل دولت و فراخان برای برگزاری تظاهرات در برابر منازل اعضای حزب آقای بنت و آقای سهر انجام گرفته این رو امری مشروع خوند ولی باز خواهش کرد که از که مردم کمی خیشتنداری به خرج بدن و آروم بشه خب آقای ام چوبیان نگرانی خیلی جدی در مورد این موضوع وجود داره برای شاید یه مورد خیلی جالب و شگفت شابا این شاباک این تهدید ها رو مورد نظر قرار داده و نسبت به اون هشدار داده بله در روزهای اخیر فضایی که بر شبکه های اجتماعی حاکمه متاسفانه خیلی خشونتبار الفاظ از رکی که گذشته الفاظ واقعا تهدیدآمیز و بعضی وقت تهدید به قتل هم علیه نفتالی بنت ایل چکت و دیگر اعضای حزب یامینا بوده که آقای نداورگامان در این باره هشدار داده البته نگفته نمونه که این تهدیدها پیشتر هم متوجه بینیامین نتانیاهو و حتی خانواده او شده بود و باید دید که در روزهای اخیر آیا این فشاری که بنیامین نتانیاهو وارد میکنه اثر بخش هست یا نه در حال حاضر اعضای حزب یمینا خوشبین هستند که از هفت عضوشون شش نفر به تشکیل دولت ائتلافی رأی مثبت بدن کسی که نفر ششم هست آقای نیر اوربخ هنوز توافق نهایی خودش رو اعلام نکرده ولی چندی پیش پسر بین نتانیاهو یا ایر نتانیاهو در فیسبوک و توییتر فراخان چاپ کرد و با چاپ با انتشار آدرس خونه آقای یعنی اوربخ از مردم خواست که بیان و در برابر خونه اون تظاهرات بکنن که این اقدام یا ایر نتانیاهو باعث شد که او به مدت 24 ساعت از توییتر و فیسبوک بلاک بشه نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو ممنون از همراهی شما و برنامه امروز